سازمان ملل از کشورها خواست تا صدها پناهجوی روهینگیایی را که در دو کشتی در دریای آندامان گرفتار شده بودند نجات دهند آژانس پناهندگان ملل متحد با ابراز نگرانی از کمبود آب و غذا برای این پناهجویان گفته در صورت عدم نجات و پیاده نشدن افراد آنها با خطر مرگ روبرو هستند به گفته این آژانس دو قایق مملو از مسافر که دوچار نقض موتور شده بودند در نزدیکی مرز سواحل اندونزی و تایلند گیر افتادند هزاران مسلمان روهینگیا سالانه به دلیل آزار و اذیت در میانمار از طریق مسیرهای ناامن دریا به مالزی و اندونزی فرار میکنند. پس از سرکوب نظامی در سال 2017 که در آن دولت میانمار به صورت گسترده مسلمانان و روهینگیا را قتل عام کرد بیش از یک میلیون از آنان مجبور فرار به کشورهای همسایه شدند. تداوم آزار و اذیت مسلمانان روهینگیا باعث شده با وجود شرایط بد زندگی در اردوگاه های شلوغ بسیاری از مسلمانان روهینگیا مجبور شوند تا با در پیش گرفتن مسیرهای ناامن دریا به کشورهای دیگر پناه ببرند اردوگاه های پناهندگان در بنگلادش محل زندگی حدود یک میلیون روهینگیایی است که بسیاری از آنها پس از سرکوب نظامی در سال 2017 از کشور همسایه میانمار گریختن. اما شرایط کمپ های پر ازدهام بسیاری را مجبور به فرار دوباره کرده است.